به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز ارجمند، دوستان معلوم نبود. سلام و درود به همه شما عزیزان هویچی. خوشحالیم که یک بار دیگه با یک ویدیوی جذاب و دیدنی دیگه از هویچ در خدمت شما عزیزان هستیم. علی فروغی متولد 1367 در تهران، مدیر شبکه 3 سیماست. اما واقعاً به این چهره می‌خورد که فقط 30 سال داشته باشد؟ خب اینم یکی از راه‌های پیشرفت و بالا رفتن از نردبان ترقی است، اگر بتوانی خود را بسیار مسن‌تر از آنچه هست نشان بدهی. عادل فردوسی پور متولد 1353 و علی فروغی متولد سال 1367 میباشد. عادل و علی یک اختلاف سنی 14 ساله دارند. اولین برنامه 90 در سال 78 روی آنتن رفت که فردوسی پور 25 ساله بود و علی فروغی تنها 11 سال سن داشت. علی فروغی فارغ التحصیل لیسانس و فوق لیسانس حقوق عمومی از دانشگاه امام صادق می باشد. دانشگاهی که مهد تربیت مدیران آینده بوده و به نوعی هر کس که به این دانشگاه وارد شود می تواند آنچنان عاقبت به خیر شود که نمونه اش دیده نشده است. به گونه ای که در کمتر از یک دهه تجربه کاری بتواند مدیر مهمترین شبکه صدا و سیما شود. البته که اگر فشار افکار عمومی نبود، احتمالاً او با کمترین تجربه در زمینه مدیریت و مدیریت رسانه الان مدیر صدا و سیما بود. برای آشنایی بیشتر شما، تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاه امام صادق را برای شما آورده ایم. سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و کاندیدای ریاست جمهوری. سید محمد حسینی، وزیر ارشاد دولت دهم. مصطفی پور محمدی، وزیر سابق کشور. علی ساحل آبادی، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و همچنین رئیس سابق سازمان بورس. علی فروغی به عنوان مجری در رادیو شروع کرد و حالا رئیس شبکه 3 است، در حالی که افرادی بسیاری با سوابق طولانی در همان صدا و سیما سالها پشت در قرار گرفتند و تجارب و مهارت‌های آنها ناشناخته مانده است. علی فروغی پسر باجناق حداد عادل، نماینده سابق مجلس و کاندیدای ریاست جمهوری است. داشتن ژن خوب به قول پسر عارف، معاون اول ریاست جمهوری دوران اصلاحات، البته اگر بشود آن را ژن خوب نامید. در کنار فارغ التحصیلی از دانشگاه مدیرساز، تمامی شرایط را برای علی فروغی فراهم می کند تا بتواند او درجات ترقی را یکی پس از دیگری طی کند. قصه از آنجا جالبتر می شود که این توهم در این افراد پیش می آید که تختی را که بر آن تکیه زده اند را به خاطر استعدادها و توانایی خود به دست آورده اند و کس دیگری یا عوامل ماورا و طبیعه نقشی در انتخاب آنها نداشته است. این چنین است که علی فروغی آنقدر جسارت پیدا می کند که بتواند با برترین مجری صدا و سیما و کسی که 20 سال از برنامه 90 را اجرا می کند و سوابق کاری و تحصیلی و علمیش با او قابل مقایسه نیست برخورد کند. این اتفاق در حالی می افتد که عادل فردوسی پور در آخرین جشنواره همین صدا و سیما توانسته بهترین برنامه و مجری شود. این دقیقاً همان چیزی بود که علی فروغی از آن می‌ترسید و البته تصمیم گرفت که نترسد و آنچنان تصمیم مردم را محترم بشمارد که اقدام به خارج کردن فردوسی پور از ساختار 90 بکند، به این امید که شاید شاخ فردوسی پور را بشکند و احتمالاً گوشمالی سنگینی به آن بدهد و مردم نیز بعد از مدتی فردوسی پور را فراموش می‌کند. اما علی فروغی این را در نظر نگرفته که الان با 20 سال پیش فرق دارد و شبکه‌های مجازی اینترنت آنچنان گسترده شده‌اند که دیگر این ترفندها جواب نمی‌دهد. او می‌تواند به راحتی با مخاطب و مردم ارتباط برقرار کند و آنچه را که می‌خواهد بگوید. دیگر نیاز آنچنانی به تلویزیون نیست برای اینکه حرفت را به گوش مردم برسانی. اما مرور می‌کنیم بر سوابق درخشان این مدیر با استعداد شبکه 3 سیما. فعالیت خود را از زمان دانشجویی به عنوان مجری و سپس سردبیری در رادیو آغاز کرد و شبکه‌های رادیویی گفتگوی جوان و ایران به مدت 7 سال فعالیت داشت. برای تلویزیون با ساخت مستند شروع به کار کرد. مستند خارج از دید از سخنان رهبری در نماز جمعه سال 88 از جمله فعالیت‌های او بود. فعالیت‌های سیاسی آقای فروغی از فرماندهی پایگاه بسیج و قائم مقامی بنیاد اندیشه‌های امام در نهاد رهبری دانشگاه شروع شد و سپس در شورای معارف صدا و شورای عالی کتاب بسیج نیز وارد شد. علی فروغی در بالاترین سطح فعالیت خود توانست به رئیس مرکز بسیج صدا و سیما برسد و سپس مدیر مرکز تخصصی معاونت فرهنگی اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین شد.
در 5 اردیبهشت ماه 1397 خبر انتصاب وی به عنوان مدیر شبکه سوم سیما همه را متعجب کرد. اما شروع تنش او با عادل فردوسی پور در ویژه برنامه جام جهانی 2018 به تهیه کنندگی و مجریگری عادل فردوسی پور، کارلوس پویول بازیکن مشهور اسپانیایی به عنوان کارشناس بازی ایران و اسپانیا قرار بود در برنامه حاضر شود. ساعتی قبل از شروع برنامه مجوز حضور پویول در برنامه 2018 صادر نشد و این شروعی برای قهر و ناراحتی عادل فردوسی پور بود. در 23 مهر 97 بود که میلیون ها نفر پای تلویزیون منتظر پخش برنامه 90 بودند، اما در کمال تعجب بازی اسپانیا و انگلیس پخش شد. این موضوع روز بعد به جنجالی بزرگ تبدیل شد. عادل فردوسی پور در گفتگوی نارضایتی خود را از عدم پخش 90 عنوان کرد. مدیر شبکه هفته بعد در واکنش به گفتگوی عادل فردوسی پور دستور عدم پخش برنامه را صادر کرد. وی معتقد بود اختلاف 90 باید درون خانواده شبکه حل می شد. عادلی که 20 سال است در صدا و سیما کار می کند حتما پوست کلفتی دارد و اگر نداشته تا به حال درآورده است و به قولی پوست انداخته است. باید دید که علی قصه ما با عادل چه کرده است که دیگر طاقت عادل تمام شده است. برنامه محبوب و بسیار پرطرفدار 90 که از 23 مرداد 1378 بدون مشکلی پخش شده است، در اواخر مهر و اوایل آبان 97 با مدیریت فروغی به برزخ فرستاده شد. علی فروغی در حال حاضر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات در حال تحصیل در مقطع دکترای رشته حقوق می باشد. حال چگونه فردی که در حال مدیریت بزرگترین شبکه صدا و سیما یعنی شبکه سی می باشد می تواند در مقطع دکترا نیز مشغول به تحصیل باشد؟ آن سوال دیگری است. احتمالاً که نه. یقیناً ظرف 1 یا 2 سال آینده او را باید دکتر علی فروغی نامید. البته اگر همین حالا او را با نام آقای دکتر صدا نزنند. خب خودتان خوب می‌دونید که در کشور عزیزمون هر کس فقط هوس دکتر شدن یا مهندس شدن بکند، دیگر در همه جا او را خانم مهندس یا آقای دکتر صدا می‌کند. حالا علی آقا که تازه هم تحصیل می‌کند و هم مدیریت می‌کند، باید دید که صدا و سیما چه روشی را پیش خواهد گرفت. آیا به خواست مردم احترام می‌گذارد یا اینکه مثل همیشه ترجیح می‌دهد ستاره کشی کند و یکی دیگر از سرمایه‌های تلویزیون را از دست بدهد؟ آیا حرف‌های یک بچه مدیر متولد 67 را گوش می‌دهد یا حرف مردمی که 20 سال پای 90 نشستند؟ شما می‌تونید ادامه ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی را بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج حواستون رو داره.